عبدالعلی گواهی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران تهران بزرگ گفته برخی از افراد از جریان موسوم به انحرافی در جلسات رسمی دولت یک صندلی خالی به منظور نشستن امام دوازدهم شیعیان بر روی آن معین می کردند. موضوع وجود صندلی خالی امام زمان مدتها پیش از سوی منتقدان دولت مطرح می شد. اما تا به حال هیچ مقام مسئولی صحت این ادعا را تایید نکرده بود. حجت الاسلام گواهی گفته این جریان حتی در جلوی صف نماز جماعت جایی را برای حضور امام زمان در نظر می گرفت. محافظه‌کاران مخالف دولت در سالهای اخیر بسیاری از نزدیکان دولت و مخصوصاً اسفندیار رحیم مشایی را عامل اشاعه خرافه به انحراف دولت می دانند. خب این آقا با این قوه با این یه همه کنارهای آدم شدم خالص صاف صاف اومد آدم شد دلو دلو بابا هندفه رو بزنی زمین آقای مشایی اومد فازه امام زمان رو برای آقای احمدشاد برد بالا گفتن این میدونی اخواز چیه؟ چیه؟ تو سرباز مستقیم دولت تو دولت ظهوره. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتیجه انتخابات بحث‌انگیز 1388 برای اولین بار دولت محمود احمدی نژاد را به استفاده از دروغ، رمالی و خرافه متهم کرد. اما آیت الله علی خامنه ای چنین اتهاماتی را ناروا و دروغ دانسته بود. تهمت‌هایی زدن، حرف‌هایی گفتن. به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور متکی به آراء مردمه. نسبت‌های خلاف دادن. رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردمه به دروغگویی متهم کردن. پس از علنی شدن اختلاف میان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای در فروردین ماه 1390 به این سو، انتقادهای اینچنینی از دولت بی‌پرده تر از پیش از سوی حامیان رهبری صورت می‌گیرد. برخی ناظران معتقدند آیت الله خامنه ای تلاش دارد با استفاده از سیاستی بینابین تا پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او و اطرافیانش را کنترل کند. احمد باطبی، صدای آمریکا.